چون شبیه که من بدون تو خونه میرم. امروز همون روزی بود که قلبمو زیر پاله کردی، مست و باطلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه این جای زخم قدیمی من. سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدین به برنامه مستی و راستی، برنامه‌ای که توش من معمولاً کمی مست و یخت چت با یه سری مهمونای خیلی جالب و آدم حسابی و بعضی وقتا هم با جیسن و امروزم اتفاقاً تصادفی آیدین عزیز چه حالی داد که بالاخره خودش رو رسوند. تصادفی هم نبود، فکر نمی‌کنم اینجوری داشته راه می‌رفته. من چرا اینجا رسیدم؟ اورگان گرفت. جیسن گو نزن تو اینترو، وایسا اینترو رو بگم بعد بیا برین توش. ایموشنالش کرده. میدونم که حالتون به احتمال زیاد به هم خورده از این قسمت‌های فارم لایف، ولی ما چون انقدر خسته ایم بعد از یک روز کار و شنو و همه این چیزا، دیگه این فعلا تنبل‌ترین راهشه که فقط بیام سری چیزی ضبط کنم که شما داشته باشین گوش کنید موقع خواب. از الان من یک اخطار میدم که این اپیزود به احتمال زیاد همش کس و شعر خواهد بود و خیلی جدی نگیرین، و اگر اپیزودهای جدی‌تر رو دوست دارین همین الان اینو قطع کنید و برین همون براین اینو میوزیک فور ایرپورتس رو بذارین و برین بخوابید. ولی با این نمیتونید بخوابید اگر دوست داشتین. بذار قبل از اینکه تموم بشه و بریم تو داستان، من یک سری پروموت کنم خودمو. اگه دوست دارین کار منو دنبال کنید که تو همین پادکست مسیراسی، البته اگه اولین بارتون دارین گوش میکنید من توصیه میکنم برین اپیزود دیگر رو گوش کنید. اگه دوست دارین گریه کنید برین اپیزود گود بایز رو گوش کنید. اگه دوست دارین بخندین برین اپیزودهای جیسن رو گوش کنید. من دلغه که این داستان رو آره دقیقاً کامیک ریلیف قضیه توی گوش نیه آخرش این شد. من هیچ پوش پادکستری ندیدم اینجوری به خودش ضربه بزنه بگه گوش ندیم برین قسمت دیگه رو گوش بدید. مثلا آردی مشتری‌ها رو داره همه نداره میکنه که گوش ندیم. آره این فکر میکنم چیزه، این سلف چی میگن؟ self-deprecating sort of humor-ی که دارم، خود تخریبی میشه. باز شروع کردی ترجمه کردن. خود تحقیری ترجمه های بعضن غلط دیده شده. اگه دوستان این کار من رو دنبال کنید توی سوشل میدیا با هندل at kingram kingraam میتونید دنبال کنید. اگه دوست داشتیم به GoFundMe کمک کنید میتونید به GoFundMe.com/kingram برید یا paypal.com/ram-emami RAAMEMAMI. اگه کارهای آیدین رو دوست دارین دنبال کنین که تو همه سوشل میدیا با هندل آیدینیسم AIDINISM. جیسن هم که فکر کنم فقط اینستاگرام داره، توییتر که تو عمرش چک نکرده. لینک میک بذار. آره توییتر هم ولش، لینکش رو میذاریم. آره این سپیل کردن انقدر تخمی مال تو همون. من فکر کنم تو با یه حساب باز بکنی فقط واسه بودجه بربن. اگه بخوایم پول ببرم بدین بعد الان یه شماره دیگه میگم اینا بفرستیم. آره کسی پول موزیک و پادکست نمیده، ولی پول اتفاقا هر کی میگه پول حالا یه شیتیلی میده توش میذاره money for bourbon. آره همو خیلی باحاله، خیلی حال میده وقتی که مسیج میگیرم. آخه آدم میخوام پول بدم به یکی بعد میگه من این یوی من یارو پول نمیدم میخوام مشروب بخوره دراگ بزنه. خود بدین مشروب بخوره دراگ بزنه. من که نمیذارم کسی مجبور کنم که پول بده. توقعی میچخ ندارم تو یک سنت هم کسی بده. ببین کسی میخواد حال بده میدونی کلا. آخه داشتم روزی تقام به این موضوع فکر میکردم که این همه ساعت مردم نشستن به شعر و ورای من گوش دادن، من 50 تا آلبوم گوش ضبط میکردم موزیک هیچی گوش نمیداد. اینقدر گوش نمیداد. آره. ولی مثلا چه میدونم دیگه همه این داستان ها میذاره عجب غریبم. آقا قبل از اینکه شروع کنیم بحث امروز، البته ما بحثی نداریم، ما داریم مست و چرت میکنیم. می‌خواستم تو یادم نرفته، می‌خواستم اینو بگم تو یادم نرفته، می‌خوام داستان خنده‌دار تعریف کنم که هنوز براتون تعریف نکردم. شنوندهای ما خب خیلی آشنا هستن با کاراکتر و منش آقای جیسن. جیسن یک آدم اسطوره‌ای است و در من نگفتم بگو باش. میپذیرم این صفت و یا لقب و یا هرچی. جیسن در تمام ابهت و زیبایی و کاریزمای خودش
از پشت ون وقتی که وارد این فارم شد. خب ما یه اپیزود با هم زب کردیم، کلی هم خندیدیم و اینا. نم دیشب بود یا پریشب؟ پریشب. همین الان یادم نمیاد قشنگ کی بود. بعد جیسن خب یه هنر خاصی داره، اونم هنر گه زدنه اصولا. و قصی هم نداره، تقصیرش هم نیست، فقط خیلی وقتا he's at the wrong place at the wrong time. چه اشتباه زمان اشتباه. دقیقا. تا 5 دقیقه اول فقط گرامر ناتسی یا بعدش دیگه بیخیال میشه که دقت دقت کنی. اینقدر زیاد میشه دیگه خسته میشه. خسته میشه دقیقا. آقا بربن نداریم خیلی زد، حالا داریم آبجون میخوریم مثلا. جوینت هم کو اون استاد جوینت نمیخواد به من بده اون پشت. آقای رامتین خواهم. آقای رامتین نمیخواد جوینت به من بدین؟ الان احسان هم برسه. احسان رفت چی بیاره؟ صدای ماشین داره میاد. رفت دستمال بیاره و دستمال بیاره و بشقاب و آها ما هم در ضمن داریم اینجا یه جوجه کباب خیلی شیکی و داریم قشنگ باربیکیو میکنیم که بعد از این پادکست بزنیم تو رگ. آره اینا با جوجه کباب اومدن. چرا شکنی جوجه کباب؟ مرغ کباب ها قبلا جوجه بوده، الان دیگه شده اسمش روش مونده. آره خلاصه احسان اومدی؟ آه آفرین. جوینت هم داری؟ خوردی زمین تو مثل که نه؟ صدای خوردن زمین رو اومده؟ پاد نگیری به این کابلو. تو الان متقاعدش میکنی که زمین خورده. جوینته؟ آها نه، این تو بهتره جوینته. آها میشه؟ این همون سپیشال کیمونه. خب دیگه فکر کنم شنوندان اسمشون دیگه الان باید دیگه بگن اینا گوش نمیده. همین تو دماغی بزنیم برام. آره مایکرودوزه، چیزی نیستش. You know, as your friend and doctor, I recommend it. باشه. بعد دیگه خلاصه جوینت هم روش بکشیم یا نه؟ ها آره معلومه با همه چیز. یادم نیست چه کی شکل میشه. همه چیز میزنیم. بعد خلاصه جیسن که اومد اول بسم الله، خب اومد دید که آقا خیلی وقته که، یعنی خیلی وقت فکر کنم نرده یه هفته بود که سکشوال اکتیویتی نداشته، برای همین زده بود بالا و یه نیازی داشت که خودش رو به هر نحوی که شده ارضا بکنه. و ما خب احترام میذاریم به لایف استایل و انتخابای جیسن به خاطر اینکه واقعا یک انسان زیبا. چی میخوای بگی؟ تهش قرار به کجا برسه؟ خلاصه جیسن آقا تیندرش رو زد، بعد 1:30 صبح 2 صبح با این ماشینش که شبیه این پیمپ موبیلای وحشتناک آدم ربایی طوریه اومد از اینجا بره بیرون، نه دندقه و جلو کرد و اینا. من حالا اینا داستانی دارم میگم، امروز شنیدم همینا چون اینا رو خبر نداشتم. بچهای فارم فکر کردن جیسن بکاپ کرده، در پشت کانکس رو واس کرده، داره علفا رو قلوپی داره اون پشت همون چیزی داره همینجوری بک میکنه. خلاصه فنز فکر کردن که چندین هزار دلار رو علف جیسن داره میدزده. حالا همه سیچویشن تنس و اصلا بالا و پایین. آره اصلا سیچویشن خیلی ما اصلا کف کرده. مثلا امروز رو برام داستانو تعریف میکردم، اصلا پشمام ریخته بود. دو شب داشتی میرفتی این؟ آره دیشب تیندر زد یه ساعتی اینجا تو بیابونم چطوری پیدا کردی کیو؟ خلاصه پیدا کرده و رفتش دنبال کارش. و صبح البته خیلی مرام اومد و برامون یه جعبه خوشمزه دونات آورد. من واسه صبح بیام میام تو تعاون ندای نصف شب حواسم. آره اتهام بهش تکستم زده بودم که مثلا نصف شب نیاد آیدین، که مثلا اگه میاد گفتم آخه اینم با قمل لخت داره که اون لخت رو میره اینجا. یه چیزی کثیف 7 ساله که نشسته دور خودش داره تو زمین با یه قمل میچرخه. تو این هیولا رو ببینی فکر بیگ فوتی چیزیه، همونجا با تیر میزنیش قشنگ. نه من که واقعا میترسم تو رو میدم با اون صحنه دیگه. امیدوارم بعد خلاصه حالا بذار بقیه داستان رو هنوز مونده، این اول داستانه. بعد خلاصه این یکی از گوهایی بود که بعد تام یه ذره تنشن ایجاد شده بود نسبت به جیسن توی زمین. من همکار پیام یه کاراکتریه که نیمچه گانگستر خلافکار خیلی خیلی خشنیه تو مایه پدرخوانده. آره تو مایه پدرخوانده طوریه. I give you enough you can't refuse. و این خلاصه اومدش و یه سر به زنی میزنه همیشه وسط روزی صاحب کارو میان سر میزنه. آقا همون لحظه ای که اومد اولین صحنه بود که جیسن اومد دید، فکر کنم در حال گیم بازی کردن بودی داشتی لیگ آف نه کجا بودی؟ نه بیرون توی حیات دم کانکسه داشتم کمک میکنم پنکار رو این برور کنم.
اونجا باید بپرسید. اونجا با هم آشنا شدیم. همون تایم وانتو. حالا از جیسن خلاصه پرسید تو کی از کجا میای؟ جیسن گفت I come from everywhere. من همه جا میام. ولی مثلا اونم متوهم پارانویدی و هی همه رو میپاچه اینجا بالاخره دوست ندارن آدم غریبه بیاد و اینا. اینجوری بود فازش که what the fucking kid با اینجوری حرف میزنه. اونم بالاخره یه حالت نیمچه چیزیه دیگه برای خودش، یه ناپولیون کمپلکسی و بالاخره باید کنترلش باشه. باید آره باید زور چی میگن با زورش نشون بده. چی اصطلاحش بودم تو فارسی میگم دنبالش شاخشونه. آره شاخشونه بگیشه. خب دیگه برای این سیستم اینجا هستش که خود دیدی که این تیم پاتهدا واقعا اگه یه ذره گایدنس و دایرکشن داشته باشن یکی بالاترشون نباشه ماشاءالله ماشاءالله صبح تا شب فقط گریتفول دد گوش میکنن و جوینتاشون رو میزنن و ولو میشن. حتی همه نه، این فقط این اکیپ بامزه اینجا. بعد خلاصه اینم یه دیگه داستان. خب بعدش جیسن یه جا رفتش کنلخ توی پورچ ولو شده بود خوابیده بود. ببین روز نه بالش زمین کثیف خاکی داغون اصلا دیگه انقدر رفته بود یه دب گنده زده بود کشیده بود و ترکیده بود دیگه اصلا خواب و قاطی و شب قبلش هم چهار دور مثل اینکه رفته بود اکشن بالا بوده و خسته و کوفته دوناتا رو خورده بود چهار تا قهوه خورده بود شش تا دب زده بود و دیگه خسته مون همینجوری ولو شد کراش کرد. بعد اصلا من صحنه رفتم دیدم اینقدر خنده دار بود جوری که کراش کرده بود. آه خلاصه این رفیقم دور اومد اونجا اینو دید اینجا بعد اومد منو کشین کنار گفت آقا این پسره کیه خالکو بیه عنکبوت در روشونش وسط زمین پلاسه. بعد ای گفتش که فازش چی اصلا جواب نداد از کجا اومده و چی اومده. بعد من اصلا حواس من اینم تقصیر من بود که من کامیونیکیت نکردم که به جیسن که بابا آره من قبلش بهش میگفتم که آقا خلاصه جیسن بعد چند ساعت بعد الان این تیکه خنده‌دار داستان اینه اومدش دوباره بالا دوره سر زد و بعد جیسن همون لحظه به من یه دونه کادو یه دونه چای علف داد یه 5 میلی گرم خیلی هم شیک و خوشگل و بامزه بود توی جعبه مثلثی هند چی میشه مثلثی بود. آره از این جعبه مثلث خیلی شیک و خیلی بامزه بود. بعد دیدم این رئیسه داره رد میشه من سری دویدم بعد گفتم چطوری خوبی گفت گفتم اینو بیا اینو بگیر این کادو برای توه. گفت چی گفتم اینو جیسن داده به معنی پیس آفرین اینو روش خبر نداره پیام سوره. من گفتم که بابا جیسن بهترین رفیق منه اب 8 سالگی به خود آدم حسابی انقدر دیگه شکم تعریف کردن جیسن. بعد گفت آره ولی چرا اینجوری اونجوری برگشتم اینجوری کردم بهش گفتم راست چه بخوای هیز ا لیتل بیت اون دی اسپکتروم بای هو جوش او اوکی اس فاین عجب انیه خیلی از قیافه هاشون برای خیلی گفتم بابا این شبیه کریمر ساینفلد این مثل اون خرکی دیوونه میاد و میره و چیز و اینا. با خلاصه شما آبجو دارین؟ آره خلاصه ولی اوکی شد همه چی دیگه یارو دیگه جب علکی بی خود. آره خیلی بی خود ولی این یخش آب شد کاملا دیگه. من همی آبجو بزنم. آره کیسه آبجو من کجاست؟ نه اینو تو بخور کورز دوست ندارم. آها یه چیز دیگه بده گرمه بگه مهم نیست اون همجه گرم میخوره. یا آهنگ داره تام ویتس وارم بیر اند کولد وومن قشنگ زندگی جیسن فکر کنم. دوتا شراب داره آره کنار همونجا هست. مرسی شراب دارین شما؟ ایران خیلی دارم واسه آبجو شراب چیش میگفتی؟ تناب پشمام میخور شراب چه شیک بابا اینجا قشنگ ایران یا تو درمون تمیم شده سا آبجو چقدر آبجوی خانگی که میسازن ایران انقدر الکلش خیلی بود آبجو نبود مثلا عرق سگی بود با یه ذره مزه مثلا کار قاطی میکنم با این ماشیرا اصلا خیلی کثافت بود. من ترکیه میومد افس توبورگ 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 یه موقع بود کنای گنده بود 8% بالا بود. نه با اینکه خونه میساختن فکر کنم 40-50% بود خیلی اونا الکلشون بالا بود. من اون تایم شد برای آبجو آبجو خیلی خوبه یه دونه میخوریم مست میشه کنم that doesn't mean that your beer is good میگه همه تو ماچه. آره نهایتا فکر کنم اینجا 15-20% حد اکثر. و یادت ایران مثلا تو ایران همه موبایلا رو وا میکردی مثلا محمد قاسم فاتی اکبر بعد مثلا تو رفیقای داره نمیدونم ادوین مثلا و ادوین کیه ادوین همون یاروه که با رنو میاد درست رو داره آره همه اکبر محمد آلبرت این آلبرت کیه تو موبایل تو معلوم آلبرت یه صفحه که ضبط نمیکنه بگو همین دیگه آلبرت. آره راست میگی همیشه یه ادوین یا آلبرتی یا اسم اینجوری بود ساقی ها فرق میکردن بر مبنای دراگی که می آوردن. آیدین نظری چه کلان تا حالا اومدی تو فارم؟ یعنی
اولدی آیدین گفت خیلی کار سخته اینجا، یعنی شما ها فقط من یه فیلم میذارم دارم میخندم دم درچه میگید آخه شبیه لاکی لوک شدی و نمیدونم چه تن خوبی گرفتی و چقدر ریش بهت میاد، نمیدونم اینجا که داره واقعا کونم پاره میشه و چقدر سنگیره. یه ساعت نهایتا امروز کار کردیم، کار واقعی یه ساعت و نیم دو ساعت آره دیگه خونه آره شما آره ما بیشتر برای شما آره شما بیشتر کار کردیم ولی آره. من خسته شدم دیگه نمیشه فکر کنم مثلا منو احسان قشنگ بعضی روزا مثلا 10 ساعت 11 ساعت مثلا شهر. کار میکنیم یه تیک آره من دوستم این صنایع دوروبری این کشور باشه آدینس داشته باشه تارگت داشته باشه نباشه که مثلا 100 هکتار زمین باشه کوچولو باشه ولی مثلا داره مثلا حشیش درست میکنه یا داره نمیدونم چی چی تمیز میکنه یا داره نمیدونم چی رو تمیز میکنه این مثلا من یه ساپورت یعنی 1000 تا این اینداستری کل این هم مثلا اینجا دارن اون که آب میاره یه ده تاش که داره آب میاره دیگه آره دیگه ببینم شاپلنگ اولی دیدم بچا حواستون باشه واسمونا آره از اینا که کات میکنیم تری میکنیم نمیشه اویل مثلا بگیری آره دیگه چون من همین فکرم اینه که یه دونه جواز بگیرم بشه درست کرد هیچ فیلم اینا رو جمع کنم آره آره هشیش درست کنم آخه همه تو پورتلند هشیش پیره مرده دنبال هشیش میگه مارکت گیر داده به این مارکت بین 98 تا 99 نیم ساله نهایتا لویالتی کاستومرش دو ماهه دیگه بعد فوت میکنن میمیره نمیدونم چرا بدتری قشنگ چی دیگه اکسترکت چی بشه اساره یا شیره اساره بهتره شیره میره ذهن اساره های بهتری وجود داره از طرف ده با این هفتش ولی اون هشیش اون همه هیپیا قدیما کشیدن میخوام از اونها میخوام که اون شکلیه حالت نوستالژی داشته باشه آره نوستالژیش مهمه اصلا نوستالژی چیز جالبیه نوستالژی تو اصلا خب تو هیچ وقت I don't think I've ever seen you nostalgic تو آخرین بار که واقعا حس نوستالژی کردی کی بوده تو اصلا ماورا نوستالژی تو اصلا تو کار من نیست نیست تو اصلا خیلی نوستالژی هستی موزیک و همه چیز آره. بیا نوستالژی رو یاد یه زمانی من تو رو بندازم که یه جور دیگه بود دنیا یه جور دیگه بود دنیا چه قشنگی تو نوستالژی نمیگیره بخاطر لایف استایلش عوض نمیکنه آره جیسن فکر میکنم ریا آره ریا یه لایف استایل ون لایف توریه آن دی رود آره رو کروز کنترل خود کروز کنترل جیسن کاملا خود جنسه احسان من میتونم یه سیگار خواهش کنم ازت بگیرم لطفا از هم متنفر نشی فقط لطفا 15 آخه علف که قانونی شد تو اورگن همون روزی که لطفا مرغا رو نزنی به خدا این دفعه مرغا رو بزنی احسانو یعنی واقعا قاطی میکنم آه این دفعه همکار نکنه اون از مثل تو هم کلاتس قشنگ نه یه دو نفری با هم خوبی با همش خوبن با در ضمن خیلی با تشکر کنیم از تیم تدارکات آقای احسان و رامتین در بک‌گراند که دارن تهیه کننده های برنامه در قسمت جوجه کباب و شما شنیدین صدای آیدین چقدر خوبه تو میکروفون من میکروفونش رو تازه دیدم یک تشکیلاتیه واسه خودش من از همیشه حسودی میشد که این چقدر صداش خوب ضبط میشه صدای تو جیسن که بابا اصلا انقدر گوش خراشه که من فکر کنم هر میکروفونی جلوت بذاریم فرقی نمیکنه صدا خیلی بده آره در یه بار صدا... سعی کرد جیسن آواز بخونه تو گفتیم آقا جیسن تو بیا بخون جی خوب میکشم آره. تو آواز جی خوب آره اگه متال خرمتا باشه اونجا که جی میکشینی به نفس من اگه جیسن واقعا بندی که فرانتمنش جیسن باشه من نفر اولیم که سولد اوت کنم کل کنسرتاشو اسم بندم ببینین که چیه چی اسم بندت بلاد باث اند بیاند بلاد باث اند بیاند بهترین اسم بنده چقدر خوبه جیسن وای عاشقتا واقعا یه دلیل هست که 8 سالگی بهترین فیلم چی جوینته؟ جوینته با کجاست؟ و فکر کنم که خیلی آدینس رو دست میدم سر این اپیزود فارم لایف واقعا هی میگی هره که جب ناز میکنی خود ناز میکنی خود من فکر نمیشم حالا اگه بزرگتر رو اگه آره اجازه بدن آره اگه اجازه بدن آخه من خیلی راحت و کنگو شادیه همینجوری به آبجو میذاریم و زیر ستاره ها میشینیم و بعضی وقتا احساس بقیش هم کنگو شادی راستش بخوای کار خاصی نمیکنم بازم تو پیجامه هم مثلا دارم توی اتاق تو زیر زمین دارم ضبط میکنم ولی تو پادکست ضبط میکنی داستان کوتاه باحال هم میشینه بشین اینجا مثلا این داستانی که تو گفتی الان آره. یورو قاطی کرده بود یه طنز کنتونی زیر میاد این بر میرسه قاطی میکنه و خوابیده زنه خوبه اصلا میه بیرون از شهر و اینا احساس خلاقیت میزنه بالا آره اینو قبول دارم بگیم برای چون خیلی مقدس میشه اصلا این پلانت
و آقای جیسن خان این گیاه داشتن تعریف میکنن دیروز دیگه، این سیستمی که حشری میشه و از روی سیکشوال فرستریشن، چی میشه به فارسی؟ چی؟ اون که پادکستی قبلی بود. نه میدونم ولی فارسی کلمه چی میشه؟ یعنی میخوام بگم سرکوب جنسی؟ نه سرکوب نه. یا هرس میخوری. حشریان دیگه. حشریان دیگه. خصوصا اپیزود قبلی داشت توضیح میداد همه اینا رو جیسن، و واقعا میگم اینا اصلا کلا همه آدمایی که هندل میکنن ایشو باش در میونن کم کم اصلا کل زندگیشون میشه. یعنی حتی بچهای اینجا هم واقعا خیلی پول در میارن. میگم پلاتون چیکار میکنه؟ میگن علف میخریم و میریم هاوایی. یعنی این دوتا گزینه بود. اینجوری نبود که مثلا برم آیفون جدید بخرم. هنوز داره اکس تو خونه با ایکس باکس مثلا 2003 رو داریم، هنوز دارن اون بازی میکنه. نمیدونم یعنی اصلا هیچ اوکی ان اصلا و خیلی هم باحاله، راضی ان، کانتنت بودن، راضی بودن خوبه دیگه جیسن. نه آره راضی ان بیشتر، ولی خب من این سوال از من بکنید، منم همین کارو میکنم. من علف خوب میکشم. منم میرم هوایی و علف میذارم. نه هوایی نمیرم، هی ماشین و آروی و فلانو درست میکنم. آها ببینیش ایرن نیدیش هنوز ایرن نه الان میاد کیشی که اینجا میده میگه دوز رد شد گوز رد. من خار مادر منو سرویس کرده بابا، هر موش و خرگوش و گوز نه هر چی رد میشه من اخواب بیدار میکنه. من شکار میکنم از همه اینا، همه اینا رو میخورم، همه خرگوش و موش و هم موش ها رو میخوری؟ موش رو که نمیشه، شدنش که میشه. خرگوش خور، سوپ خرگوش میان خور. سوپ خرگوش الان فکر کنم نصف فناتو از دست دادی جیسن. بابا اون کتابای توکن همش خرگوش میگه، خرگوش خیلی کیوت و بامزه، کلش داره تا اونجوری توی سوپ میچرخه. هی تو راه چیز میخوردن، هی تو راه اون ویفرهای الفی رو میخوردن، بعد خسته شده بودن، بعد یه جا خرگوش زد اون یکی یادت نیستش اونجا خرگوش هر شکار کرد سوپ کرد، بعد دودشو دیدن از دیدبانای مانستریت. بله ولی آره خلاصه اینجا این لایف استایل جوری میشه که همه اصلا وابسته میشن. آره ستاره رو ببین حالش رو ببین، انقدر شهاب سنگ خواهید دید که اون بارش شهابی میشه، فرق داره با شهاب سنگ. اما شما که اینجا به عنوان ساینتیست جمع نشستی اینجا این باران شهاب سنگ چیه؟ باران شهاب سنگ حتی بزمینی سه شهاب سنگ سه اتفاق تو فضا افته، مثلا یه کره منفجر شده، یا مثلا این حرکتای این ابرای کامتی و اینا. آره از بین این ابرا میشه اون رد میشه، این جاده میکشه یه سری این برمیشه. یه منطقه دنسیتیشون زیاده، آره میشه تو یه شب مثلا میبینی ست ها هزاران. کامتی بوده منفجر شده سری قبلی، هنوز آشغالاش مونده. آها جیسون رو بندازیم تو اتمسفر چی میشه؟ میسوزی تو هم دیگه نه؟ فقط قشنگ این همیشه سای فضا از دوستانیم، ولی واقعا سخته. یعنی نگاه میکنم یه دونه سفینه فضایی ساعت دو سال سه سال اون تو بمونی اینا کلاستروفوبیا میگیرن. بابا من فکر کنم من سکته میگم بنات منو با تو ول کنن توی سفینه، واقعا من بعد روز فکر کنم سوم خودم بکشم قشنگ. همینم جیسن بابا مثلا این آشغالاتو جمع کردی یهو در وا میکنه تو زیرو گراویتی اسپیس، همه ما میکشو میبریم بیرون. اینجا مثل دقیقاً میگم یه گوشه کهکشانی که واقعا میری توش بلک هول داره قشنگ، ممکن اون تو بری گم بشی قشنگ، انقدر آره انقدر وحشتناک و کثیفه قشنگ، ممکنه یه پورتال یهو باز چه بری اصلا توی دنیای دیگه. دیدی مگس ها و تباب این چیزایی که ببین من اول روز اومدم اینجا خیلی شیک اومدم، همه چی رو سابیدم، بلیچ زدم، جارو کشیدم، تی کشیدم، ولی که نگاه کردم مثل تو هم بوده قبلا اومدن اینجا همین کارا رو کردن. گفتم نه من پیروز میشم، من شکست نمیخورم تو این پروژه، من شما رو آدم میکنم، تمیزتون میکنم. جوری تسلیم شدم. آره من دیگه پرچم سفید جوری واقعا بالا گرفتم، یعنی واقعا نمیشه قدر کرد بر قدرت سلکر جنریشن. اینا خودشون هم دیگه راحتن دیگه. ببین مثلا میری توی حموم مثلا یه گربهی لاشه یه موش رو تیکه پاره کرده، کبدش اونوره، قلبش اونوره. اینا اصلا دوشم استفاده نمیکنم. تو الان آب داریم بالا؟ نه پای دوش بری پایین. می چند روز دوش نگرفتی؟ برو بگی. نه من صبح گرفته بودی دوش خونه اون رفیق. آره بابا من میگم که من میتونم دوشمو واسه کنم اینجا. من چی دوش داری؟ اینجا سیار داری اینجا؟ آره. با گاز پروپین همین بالا دوش بگی نمیخواد بره. آها چه زودتر نگفتی بس. اون جوینتو بگی جیسن فلان. الان استفاده نمی کنم شو آبی ماریون الان زدم در گاری هم افتاده اونجا جا گرفته. میارم میذارم اینجا برات. بفرما. به ما که باید شیشیشونی پاشیم من و احسان اوپن میکنیم اینجا رو دیگه.
شما کنگوشاده لازم نیست باشین. حتما چه بخواین چه نخواین هم خیلی گرم میشه. آقا اونجا اینطور بده. هم خیلی گرم میشه، همین که اینجا واتر تراک میاد همه اینا رو پر میکنه و کامیون آب. ببین اصلا کلمه‌ای که خوش بلدرم انگلیسی میگه هرسه اینه، مثلا چیز پیچیده رو فارسی نمیگه، مثلا میگه آقا نگو منو اینا، بابا بذار من مستش چطور حال میکنم بابا، اصلا برای خودم توی کهکشان دیگه هم هی میاد گیر میده بابا، بکش بیرون. اما خیر میکشم بیرون کلمه‌های سخت ترجمه میکنم. آخه ذات هم هستش دیگه، میدونین که شغل من بوده مترجمه چیز بود دیگه، همه آخوند ماخوندا بود روی تلویزیون ها دوبله میکرد صدا سیما. چه حالی میکردی؟ هم هر چی ضبط، هر چی نوار برام میفرستادن ضبط ترجمه میکردیم، ولی خب خیلی از محتوایی که صدا سیما تولید میشه آخوند ماخوندن کاش و اونا گرونتر بود چون سخت بود، فلسفه مسافه داشت، اونا رو بیشتر پول میدادن. بعد مثلا آره بعد شبکه من که آره قرار خود میگفتم تو خام نبود اصلا، همینجوری میگفتم همش تقصیر امروز یکی تو دیسکورد میبینی بگه گفت جیسن تو اطلاعاتی چی گفت حفاظتی گفت من یکی به من گفت حفاظت اطلاعاتی من حفاظت اطلاعات گفتم وقت آخر علفام تو قابلمه دوش میگیرم، چترین آدم دنیا دیگه تو قابلمه دوش میگیرم حفاظت اطلاعات چی میگی بابا؟ مردم فکر میکنه شوخی میکنه آره، واقعا قبلا هم دیدین دیگه. وای تو دیگه نه این چاله شما هستش که ما اینجا هم باز حرف میکنم ما مال اونوری فلانیم، اصلا کلا یکی که دو رگه باشه بهش شک میکنن. آره تو هم تو ایران به شک میکنن هم اینو به شک میکنن، چون دو سرگویی قشنگ کوها گم شم واسه چی بعد ناکجا اینجا دیگه هم شک نکن. برای من سوشال اسکیلز صرف شده، تو تروریست بودی زدی مادر ما رو تو 911 گایت تایم مثلا تو مزرعه تو ماز. آره منم خیلی عالی حس بدی هر وقت اتفاق وحشتناکی تو اخبار میفته، مثلا من اولین فکرم اینه که آقا تو رو خدا از اون منطقه دنیا نباش، از هم رنگ ما نباش، میدل ایسترن نباش، فلان نباش. وای وای قد شدی تو؟ خب باید میسیم تو کی فول شدی فکر کنی؟ ما یه سری سیاد این بار گرفته میشه دیگه. حالا دیگه آره میتونیم نزدیک همشیم با بلنگوی ما استفاده کنیم، چیز میکنیم از این بار هم به اعتماده پیک اپ میکنیم چیزایی رو. چیزی کارت اضافی داری یا نه؟ آره من کارت اضافی میذارم. این اگه دو مستقیم وز کرده بیم همین مسئله حل میشد دیگه، من کابل رو نداشتم. حالا ما یه خود ادامه میدیم این کارت رو وز کنیم، بعدا میفهمی چی گرفت نگرفت. برو ببین چیزی پیدا میکنیم. من جیتون ادامه میدیم فعلا. بذار اون فرام جوینت هم همه رو خیلی تنهایی بکشی؟ همشه دارم میکشم تا شما، من بذار من بکشم یا شما اون کارتر درست کن. ایسا من میتونم یه سیگار از نیو بردارم از سیگارهای تو اونجا آیدیم به می سیگار میدی؟ خودش آره اصلا آماده بود که ما هم بذار اونو میخوام اول بذار این که بکشم. ولی اومدیم آخر دنیا بشینیم اینجا دیگه، رسیدیم دیگه آخرش همه هم به حرفای جیسن میرسیم. متاسفانه هر چقدر دوست ندارم باش موافقت کنم، ولی همیشه حرف به آخرش به حرف جیسن میرسیم که دیگه بیایم تو مزرعه و از خودمون رو بکنیم از دنیا و تکنولوژی و همه چیز. نه تکنولوژی نکنیم، وای فای خوبه، من حال میکنم خوبه. من تصورم در دنیا اتفاقا اینه که امروز بحثش بود اینکه همه تو برعود باشیم ولی خیلی تکنولوژی پیشرفته باشیم. دیدی که این کشاورزا خودش این بچه ها اینجا خودشون میگفتن میان هاوایی دیگه، بعد اینجا فقط هاوایی مونده دیگه، جای دیگه غربه اینجا نیست. آره بقیه هاوایی غربه اینجاست دیگه، فقط یه جا مونده دنیا رفتن که بریم هاوایی. نه های دوستان هم که همه آقا ولی الان ما الان توی این پادکست رو ضبط میکنیم، جیسون تو الان دقیقا چند سالته؟ 47 سالته؟ چند سالته؟ 38. خب تو مثلا 37 هم یا 8 نمیدونم دیگه هم رفته. نه تو بیشتر، تو 40 سالته؟ 38 هم 39 میشم چند باری؟ سیانو میشه. واه چقدر پیر شدیم. تو بینا گذاشتن الان 5 سال دیگه کجا میبینی خودتو که ما اینجا بتونیم رفرنس بمونم؟ نمیخوام بگم حتما هم اتفاق میاد، ولی دوستان الان بخوام بدونم که where do you see yourself in 5 years که من اینو مثلا اینجا به عنوان چیز دارم رفرنس که هر وقت بگم بگم آها جیسون دیدی ببین من بچه راستی من در ضمن بوی کباب به مشامم نمیخوره، کباب اصلا بی خیال شدیم.
دمت گرم آقا احسان، ما خیلی کوچیکیم. من سردر نمیارم، این شعله میسوزه، هی کباب. من احسان وای دو نفر اینجا بودیم، برای خودمون خیلی آرامش بیشتری بود. همه اومدن امروز خیلی تشنج اصلا زیاد بود، اکشن خیلی بالا بود، خیلی شلوغ پلوغ شده بود. آره من جب بیخودی، جب علکی. کجا رفت آیدین؟ رفت که دیگه اصلا بره تا عمر دنیا. تو چی میگی؟ 5 سال دیگه کجایی؟ آها. من فکر می‌کنم هیچی. یه جایی توی این آمریکا دارم یا علف دارم میکارم یا رفتم پروسس میکنم، ولی زمین خودم خریدم، دارم در کنارش دارم مثلا خونم رو درست میکنم. تو خونم احتمالا یکی از این کانتینر هاست یا این از این چوبی مووی یه چیزی. پس خیلی راه دوری نیستی از اون جایی که همینجا که الان هستم با یه تیک زمین. آفرین. اگه جنگ بشه اینا چی بابا؟ نوکلیر هولوکاست توری بشه اینا؟ حالا اونا دیگه پیش بینی نمیشه کرد، ولی اگه فرض کنیم اتفاق نیفتن چه بشه، زندگی پیشرفت معمولی بشه. آخه میدونی هی اینور به اونور میشی، آیدین برگشت با تکنولوژیش، هی اینور میشی اونور میشی، و مثلا یه جا این با همین آدم اولا میشن، ولی دیگه یه جا وای میسن دیگه تکون نمیخورن. بعد دیگه میتونی چیزای سنگین بعد مثلا یه چیزی بذاری اونجا باشه، مثلا ابزار گنده سنگین، من فکر نمیکنم مثلا چه بدم، تراکتور مراکتور این چیزا بذارم این کجا بخوره. ببین این چیزی که من گفتم الان تو شاید یعنی معنی نده ها، ولی فهمیدی چی میگم. تو بگو تو ادامه بده، تو اصلا کلا بشین همینجوری. اینا من الان میام نریت میکنم. ببین اینا یه سی با یه سیم اومدن با چراغ قوه، میگن این سیمو بزنی به اینور به اونور. من به اینا میگم ببین تو یه آیفون بذار زب بکنه، از همه اینا بهتر زب میکنه. ما هم این گارو خوردیم تو زندگی، تو کار همه رو بیخیال شدیم، یه آیفون برداشتیم زب کردیم. ولی اینا حالا هی بچرخم بگن این سیمو داریم اون سیمو نداری، همین نه پاک نکن، نه چرا؟ پاک نکن بده باشه دود، پاک نکن آیدین. نه نه تو برو الان خالی کن روی لپتاپی چیزی. چی شد؟ نه بابا AMC Theater 15 سنت. خب دیگه کووید شروع شد دیگه. آره کووید تموم شد بابا، من همینجا وایسم دیگه، من نگردم از اون برداره. میگه سینما ها رو باز کردن دارن بلیط میفروشن 15 سنت. شت خیلی خرد و خره بابا. آمریکا چه جای تاریک و کیریه نه از نوع خودش. آیدی اون وای پاک نکنم. آقا در صدر جدول های کووید و مرگ و میر و اینا نام دو کشور ایران و آمریکا میدرخش هر دوش همیشه. ما از این ور به عمر پناه میبردیم، میدیم که ایشونش میشه پناه. الان فکر کنم بزنم کنم 34 دقیقه ضبط کردیم. آره بابا بعد شد. بیا این ور بشین بغل، بیا بشین بغل جیسن. آره اون راحت این کاره، بشین اون چون از این آمنی دایرکشنال هست. آره بابا یه چرت و پرتی میگیم آمنیپوتنت. حالا سوشال دیستنس این کلمه آمنیپوتنت، آمنیپوتنت چی میشه به فارسی؟ گذشته از این حرف. آره دیگه اگه کرونا داشته باشیم دیگه الان دادیم بهم. چی می‌خواستم بگم؟ آره دیگه با دیگه از این کثافت کاری‌ها میشه ایرادای تکنیکی. خوب این پادکست اینه که من دکمه ریکورد رو می‌ذارم، هر کوسچری شد آخرش قد آپلود. اصلا حال و سل ندارم واقعا بشینم. ادیت هم نمی‌کنی نه؟ بابا ادیت چیون چیکار می‌خوام بکنم بابا؟ برخورد ادیت. ادیت. این اپیزود واقعا من ندارم با تو که بزنیم تو دیسکورد دیگه، واقعا دیگه این دیگه انقدر دیگه کثافت شده دیگه، هر دفعه همینو میگم ناز، این ناز کردن ها شا و تو فهم میکنی ملت نمیفهمن آخر میذاره آنلاین. نمیگم به خدا و هر دفعه من خجالت میگیشم، میگم با من چرا آخه ملت با بشن این حرف رو گوش کنن و اعصابشون خورد میشه قشنگ، میگن اینا چرا دارن شروع شد در میان انقدر چرت و پرت میگن. من موافقم باشون بابا، یه فکری بکنیم یه حرف درست بزنیم. آخه من هیچوقت فکر نمی کنم اینا رو شروع کنم ضبط کردن دیگه. ما سر چی با هم موافق نیستیم؟ سر میشه با هم بیان بس کنیم. سر چی با هم موافق نیستیم؟ ما با تو که کلا در مورد خیج موافق نیستیم. جیسون بیا شروع کن اولیش. لایف استایل مثلا. موسیقی خیلی کلیه. بگو مثلا چیه لایف استایل؟ ببین مثلا این ون لایف و اینا تو من قبول دارم، ولی مثلا به نظرم این کثافت اول کثیفی تو. آدم کثیف هستی و تو توجیه میکنی کثیفیو. نه قبوله خب هستم نیست. مثلا بهداشتی کسی نیستم، مثلا همون مقام از بقیه میرم، ولی مثلا وسایلم همه ریخته این برم برم. من خودم مثلا خیلی نمیگم مثلا با سوپر او سی دی هم با سوپر مثلا آیدین رو یه درجه فکر کنم تو تمیزی یه درجه از منم بالاتره،
ولی من شب بین شما دو تا باشم. من خیلی یه ذره میان روی شما هم تو این قضیه. آره من چرا اینقدر شلختم نمیدونم. دیکنستراکت با بکنم بچه که خونتون چی بوده داستان همیشه انقدر کثیف بود و کتابات آره. یاد کتاب خونتی با برگشت تو اتاق هزاران کتاب ریخ بعد چقدر ور نداشت همینجه مونده بود کف زمین خیلی که انقدر زیاد بود کارش نه آخر برداشتم که جبه زیاد کتاب خونه که تو تهران داشتم خیلی کتاب داشت یه نفر خیلی خوششان شد نمیم کی بشه هی سالها از اینجا کتاب میبردم. خودت نیو. مام بزرگم من کتاب میفرستاد. تو چه چیز گرفتی از این چیزا؟ اسمش چیه؟ کیندل. یه گوشه انداختمش خودی استفاده نکردم. من لامپی برام میدونه کادو خرید منم یه ذره شروع کردم دیدم نمیتونم ولی کتاب اصلا دستم میگیرم مثلا یه حسو الان راست بگم الان اودیو بوک خیلی گوش میکنم اودیبل میرم زیر اینجا الافار آها بوی خوب داره کم کم پا میشه آفرین داره یه کار داره کرمالش میکنه خوب کرمالش کره ها رو داره میزنه همه کره رو قشنگ روش آب کن قشنگ آفرین دمت گرم احسان از این ادویه میتونی بزنی حالا که من اصلا میخوام شما دو تا رو بذارم کنار آیدین و جیسن با احسان خواستم آره برم آن دی رو همین میخواستم بگم احسان خیلی خوب اکتیوه احسان اصلا واقعا منو نجات داده قشنگ آن جیسن اصلا رفت اون و بهتر بیا آیدین میبشینیم از منو تو اصلا بگیم ببینیم داستان چیه جیسن رو تحلیل کنی من بابا جیسن با کون لبش با دیوونم کرده و یه عمر منو گاییده و بذار قشنگ من حالا زندگیمو بکنم چیکار میکنه وایسا قبل از اینکه هر گوی روش بزنی جیسن میتونم خواهش کنم که فقط رو نصفش بزنی رو همش نزنی اصلا به نظرم روش چیزی نزنی بعد آخرش برای خوش بزنی آره. چند تا بزنی باربیکیو یکی از این میزنه یکی از اون میزنه آره بزن بزن بزنه بزن بزنه سادرن استایل ببین چیکار میکنه اصلا آره اونا دارن سپری میکنن شب چی سپری میکنن روش این برای اینکه جلوگیری بکنه از اینکه مولد بزنه آها برای ضد قارچ این چیزاست ولی من فکر کنم که من و آیدین مثلا یه فارم ران میکردیم و همه چی اتوماتد ای آی مثلا رو اپ رو موبایل لم دادیم زیر کولر مثلا داریم امروز مثلا تو ببین 8 نفر آدم 6 نفر آدم اون چیزا رو می آوردن بالا کاورا رو اون کاملا میتونه اتوماتیک بشه دیگه اتوماتیک آره ولی خب میذاره گرون خرج داره و اینا ولی کلا بیشتر فکر کنم خرج پیام تو لیبر باشه آره بیشترین چیز دیگه ای نداره دیگه آره آبیاری و فقط تریم کردن شاید دستی بعد همچنان انجام بشه آره هاروست و این چیزا رو تریم کردن و خوشگل کردن علفا اونا رو فقط کار یه انسان میتونه باشه البته شاید ای آی هم انقدر پیشرفت کنه که این بکنه این کارو این کارم بکنه قشنگ بتونه به ریز میلیمتر قشنگ بتونه این گدا رو قشنگ بچینه بزنه. خیلی آره. خوشگل در بیاره در بیاد بره بالا فکر میکنیم آیدیم به اون موقع میرسیم یه موقعی که انقدر تکنولوژی پیشرفت کنه که ما کاملا آبسلیت دیگه ما میتونیم اون موقع چه اتفاقی میفته وقتی که همه کارهای ما اون دنیایی که توش همه غذا فراهمه یعنی ابتدایی ترین هم رفاه ها همه چی فراهمه ای آی داره همه کارا رو میکنه همه چی اتوماتیک شده ما چی کار میکنیم خب همه هم میدونی همه شاید از هنر لذت نبرن همه از شاید کارهای فانتر لذت نبرن یه کسایی خود اون کار انجام دادن رو هم دوست دارن ازش لذت میبرن اونا برد میشن آره بابای جیسون همیشه میگه مثل خر کار کنید به هیچی فکر به هیچی فکر نکنید آره بعضی اون میکنم. اون براشون لذت بخشه اینجا نه سریال نگاه کردم نه فیلم نگاه کردم فقط انقدر کار آره اینجا واقعا میگم آره اصلا وقت کامل به قول تو دادم پرسیدی که چجوری پادکست ضبط میکنی دقیقا من تعجب کردم چجوری ضبط میکنی چون اصلا وقتی این همه کار میکنی دیگه شب که میرسی این بالا آره در حال سکتن باشه ولی جالبه آدمایی که اینجا من برام خیلی جالبه چجوری نمیدونم به نظر من یه چیز میشه گفت خب اینا خوشحالن که اینو میافتن توش آره. از 20 سالگی تا 80 سالگی که همینو میمونه آره اتفاقا مثلا به نظر من کمتر بچه‌ای هستش اینجا شاید اکادمیک بریم 30 40 نفری که من دیدم یه نفر هست که مثلا گفت من خودم میرم زمین خودم را میندازم و قاعد انجام بدم و همشون این حرفا میزنن ولی هیچکدومشون نمیکنن این کارو همینجوری دریفت میکنن از این فرم فقط تو رویاش میمونه یه جوری آره و من نمیخوام این اتفاق برام بیفته که فقط مثلا یه پروژه‌ای که میخوام پیاده کنم مثلا دقیقاً حداقل میگم این وقتی این پادکست رو شروع کردم گفتم بیا حداقل امتحان کنم ببینم مثلا پروسه این چیه فارم چیه حالا این من هدفم کنابیس فارم نبود راستش آره. ولی خب یه کوالیتی خیلی مثبتی داره که به خصوص دیمند تقاضای باز از اون پشت اومد پشت کو پیدا شد یهو اومد تقاضای علف خیلی بالاه. البته الان تو دورای کووید و اینا برای همین فاینانشلی هم خیلی از نظر اقتصادی روز اولی که اعلام کرده بودن میخواد قرنطینه بشه همه دم دیسپنسری‌ها شلوغ شده بود. آره شاید صف بود به جای شریدا. آره من داشتم کار میکردم مثلا دستکش دستم کرده بودم ماسک و پاسک و فلان همه صف میکشیدن تیپ کن کلوف میدادن.
بعد جالبیش همه که تو همه ایالتون میدونی که یه لیمیت هستش دیگه، مقداری که میتونی بفروشی. آها برای دیسپنسری ها. آره جالبه. فکر کنم همه مثلا مام بزرگ و خواهر و اینایی که آره دیگه یارو تو کپش فروخته بود. بابا یادتونه میگفتم که مازاد تولید اورگن چون به ارتگین هم بفروشن، این مازادش 3 سال اورگن رو جواب میده. هیچی کووید زد همه رو کشیدن همه تموم شد شد 3 ساله رو کشید همینجا خودشو. آره به بیرون از استیت نمیتونن بفرستن. نه نه غیر قانونی، حق ندارن استیت لاین رد کنه. اصلا در سطح ملی غیر قانونی. اون کهکشان های شیریه این. آره ابری که روشن. آره الان میگم ما این نورا رو بعدا خاموش میکنیم قشنگ که الان نورای خیلی کمی، این خیلی باحال شده. اینا کی واس کرد اینا خیلی کول شدش. رامتینزه. میگم این تاچای اینجوری لازم داره اینجا. آره، آره، این یه ذره آدم خوشگل تر میکنی. خب آدم میشنه یه جا لذت بیشتر میبره. همینو میگم ببین فرق لایف استایل جیسون با تو مثلا اینه، میدونی این تاچای کوچیک مهمه. خیلی تاثیر داره. آره، الان انقدر شیرین تر و قشنگ تر شده. همینجوری که نشستیم دور دورمون این نورای کوچولو رو گذاشتیم. داره؟ آم ولی اون فقط برای موقعی که سکس داری اینا روشن میکنه. بهترین چراغه. همین چراغ کریسمس هم این دونه دونه. آره این چراغ کریسمسی هم نورش کمه. این سر اتاقت میذاری بعد نورش حقش بال. جیسن ما داشتیم تو هفته اومد داشتیم از آیدی میپرسیم اون دنیایی که اتوماتد میشه همه چیز. دیگه ما هیچ چی لازم نیست کار کنیم. قضامون فراهمه. همه چیمون فراهمه. اصلا هیچ کاری لازم نیست بکنیم. Will we die of boredom as یه هدف دیگه پیدا میکنی. آها اون هدف چیه؟ خب تو پیش میری چیه؟ اون موقع میفهمی. ولی باز یه چیزی اون پشت هست، پایونیر اسپریت میگه که اون پشت نرفتیم اونجا رو بریم. اون پشت این منظور مثلا یه سیاره دیگه است، کهکشان دیگه است، یه جای دیگه، زمان دیگه، سفر زمان، یه چیه چالنجا. حالا ما تیم تصور کنیم یک جای همه چند تموم بشه، ولی همچین جایی نمیرسیم. یه چالنجای جدید به وجود میاد. خود دنیا هم فکر میکنی تغییر میکنه. دنیا یعنی چی؟ یعنی کره زمین؟ خودت نه کلن یونیورس تغییر که همیشه داره میکنه دیگه. از چه لحاظ؟ از لحاظ این که مثلا به چه جهتی بره، آیندهش چی باشه، مثلا قوانین جدید تو شکل بگیره. آه اونم جالبه، فکر جالبیه. یا مثلا قوانین جدید دیگه، چون فرض بر اینه که همین قوانین توی اونور یونیورس بوده. آره. اول یونیورس بوده، آخرش هم بوده. آره اونم جالب میشه. والا میگن که نه، میگن که اینقدر میره تا خاموش بشه، همه جا تاریک میشه بعدش، یعنی هیچیه. آره من تو آخرین لحظه هیچی، ولی واقعا دوست دارم یه جوینت با تو بزنم جیسن و بعد یه بار دیگه بخندم قبل از اینکه تاریک بشه. آخ جوینت بکشیم اینقدر تای وجودشو. من فکر آدمی تو عمرم ندیدم منزه جیسن. خونش میفته پایین. اصلا تو خون که نداره دیگه، تی ایچ سی تو رگاشی. اون که دیگه معلومه تو الان. یه چک بکن. آ یه چک به مرغ بکن. همشون سوسدی یا نصفشون؟ ببین نصفش هم نپخته. میفزه عادی فقط. زدی. اوکی. ببین دیگه فکر کن سیستم سکیم خیاری جیسن با جوجه کباب زعفرونی ما رو با سادر استایل قدیم، ما یه چیز جدید امروز داریم اختراع میکنیم. اون خیلی کار داره بابا، اون جوجه ها لاله کار داره بابا. آره الان یه خورده بادم میزنه، خیلی فکر کنم گرم نمیشه توی یه این حالا کار داریم بابا. این صبح این روتس این بود سموکت بشه این چیکن اصلا. راست میگیم بادام خراب، یکم خرابش میکنن. هم نداره هست. تو کی فکر میکنی بمونی اینجا؟ چقدر تا حد میای؟ من که نمیدونم، من که خواهم میاری ذره دیگه. ولی من کلا تو دنیا نه کلا نه با هیچ کدوم فارم دارم میگم. به من فارم امروز صبح پا شدم و واقعا میخواستم بلیط بگیرم برگردم خونه. انقدر قاطی بودم. یکی از چیزایی که ازش قاطی بودم کار میکردی که دهنتو سرویس میکردم. من تازه آره فکر کنم راهندگی بعد یارو گنگستر تو رو میدید مثلا، یارو ریش گنده یارو کیه این کیه مثلا. بعد آره صبح پا شدم خیلی خسته بودم دیشب. آها در اینکه قاطی بودم این بود که دیشب این رفیقمون آینده جیسن در همین من راه نچندان دور چی بود؟ مارتین آنتونی ایرن ببین طرف مثلا 41 سالشه، 3 سال هم بزرگتره، قیافش شبیه 68 ساله هست. خود توی با قیافه تا نه چیزی نمیتونی آینه خودتو نبینی توش. من واقعا نمیفهم این همه کپی هم دیگه این قشنگ. خیلی خوب. بعد بذار داستان رو تعریف کنم. بعد داشتم بعد دیشب این از خواب دور منو پروند. منم بیرون دوباره با همدیگه با چراغ قوه بار دنبال دوز بگم. اینم فکر کنم بنده خدا خسرهش سر میره. هر چی تکون میخوره گوزن و موش و هر چیزی
میگه آقا من شنیدم. گفتم دیدی یا نه؟ گفت نه من شنیدم دویدم. بعد من اینطور فکر میکنم، یعنی به اون قسمتی که تو فکر کردی که داره میدوید اینطور فکر کردم، تاریکی مطلقه، کسی نمیتونه بدوه تو این تاریکی. میخواد کجا بره؟ با چراغاش روشن باشه مگه میخواد بدوه؟ یعنی با صورت میخوره زمین. تو نمیتونی یه قدم بردار اینجا بدی که بخوری زمین. هیچ نوری نیست. دانه چه فکر کنم که این پس داره کوسوشر میگه. و این فقط هایپر الرت و خیلی اصلا توجه و آدرنالین و فلان و خواسته دوباره مثل شبای دیگه دوباره خوابم نه. الان 8 شبه من پشت سر هم میانگین خوابم 3-4 ساعته. عصبی پاشدم صبح رفتم پایین میخوام قهوه‌ام بخورم با یه دونه بیگل و کریم چیز. آقا یه بیگل رو واز کردم دیدم همش قارچ شده. گفتم مثلا این خونه انقدر کثیفه چجوری ممکنه توی 48 ساعت بیگل نو قارچ بزنه؟ گفتم اوکی انداخم سر آشغال، گفتم قاطی نکن، نفس عمیق بکش، ریلکس، یه دونه بسته کامل نوع دیگه داری. رفتم اون بسته رو باز کردم و دیدم 3000 تا مورچه توش دارن همینجوری انقدر قاطی کردم که همون با مورچه ها بیگل گذاشتم توی توستر، گفتم بمیرید و همه تونو میخورم و همه رو خوردم. اصلا انقدر قاطی بودم دیگه هیچی نمیفهمیدم، انقدر عصبی بودم. صبح قهوه‌مو ریختم با یه بیگل مورچه ای، کریم چیز مالیدم روش، قیرچ و قروش، همه شو خوردم. اینه خلاصه، اینم کینگ رامتون که میگفتی آقا چه هنرمند آدم حسابی و نمیدونم راکستار هره اینجا بیگل با چیز میخوره مورچه با تمام مورچه. وای عجب داستانی. آره وای زیپلاک نویش. وای وای جیسن با شروع که زیپلاک خار فلان شده. تو خودت یه دونه زیپلاک وجود نداره تو بند و بساطت، بعد هی میگی زیپلاک بگیری. من بذارم تو هم خودت انجام دادی اون کارو، مطمئن باش ما از تو 3 کهکشان جلوتر همه چیز اتوماتد با رومبای زنده که داره راه میره همه چی داره لیس میزنه قشنگ داریم تمیز میکنیم. برو جلو درت نو میپزه. آه بوش بری بلند شد خوبه. آها بفرما. حالا ما همینجوری قراره هیچ دیگه ببین من یه تیکه گفتم سرش که موافق نیستیم صحبت کنیم سر شرختگیش یه خورده جالب شد دیگه. سرش موافق نیستیم دیگه سر آزادی افراد به نظرت موافقی ما هم یا مخالف؟ یعنی باید آزاد باشیم دیگه. من که میگم همه آزاد کنلخت تو دنیا بچرخه. هیچکی به هیچکی حق نداره. آخه وقتی کنار هم قرار میگیریم یه جایی یکم نیازی که یک چیزایی بذاریم دیگه، قانون بذاریم. ولش کن نه ماشالکیه. حالا سه الان داریم بریم بحثی سوشل کانترکت و فلان اینا داستانه. نه ولی این 3D پرینتر خوبه، همه برای خودمون کپی بزنه 3D پرینتر هرچی دلمون میخواد تولید بکنیم، جا هم زیاد باشه برام کار نشه. آقای نگه من حساب میکنم همه من هممون کد و اینا بلدیم، بعد همون برای خودمون مک میسازیم و مثلا میریم توش زمین رو میریم و اینا. دیستریکت 9 بود خیلی باحال بود، هرچی میخوایم می درست میکنم دستمون خلقت در میاد. دیستریکت 9 دیدی؟ آره تو فرانسویه. نه فرانسوی آفریقای جنوبی بود. آفریقای جنوبی. آره. ولی خیلی اونجوری پوینتلس میشه دیگه همه کارا رو. همون هی میگه پوینتلس میشه. نه بابا چیز بعدی هم هست. چیزای بعدی هم هست. اگه مثلا من الان بتونم مک خودم بسازم میگم چجوری برم مثلا یوروپا. اروپا نه یوروپا، برم اون قمره چیچیو برم زیر آبش، مشتریا برم زیر آبش بچرخم. بعد اونجا رو برم بخوام برم نمیدونم کجای بعدی. میگم جایی که دیگه نمیرسین جایی که چیزی دیگه نباشه. ببین خود وقتی شبیه سازی بکنی مثلا برای خود درست بکنی برای چی بری اونجا؟ کنجکاوم، دوست دارم برم توی آبهای اروپا شنا کنم. اروپا باز نه اون آبهای قمر اروپا، اون قمر مشتری. آره بابا یعنی شما فهم میکنی ای اونجایی که آخر زمان شد همه چی تموم شد تا سلام هم سر نمیره. میگم خب حالا من یه چیزی پیدا جای انتزاعی تو داری میگی که اصلا وجود نداره. آره اینم هست، همیشه یه چیزی هست دیگه. آره من تای خطش حالا لایف ست تو باشه برای من خیلی عجب و غریب باشه یه جاهایی شو اینو. من خیلی وقتای اینسپایر میکنم. مثلا اون تصورم از تو اینه که مثلا شاید چون پروژکشن خودم مثلا خودم و میبینم توی حال تو توی کمپر خیلی شیک میبینم تر و تمیز با یه مثلا احسان اومده آقای استاد آرکیتکتمون قشنگ اونجا رو همه رو چوب و قشنگ چوبکاری و نور و فلان و خیلی شیک و قشنگ. این تو نه همونجوری ماشین دیزلی در واقع کثافت ان و گوه و کاندوم و فلان و همه چی لوبت همینجوری ولوبش همینجوری باز شده بود ریخته بود همه جا چسناک اینجوری. میگم اینا چیه؟ مثل تارنگه بود. همه میگه لوبه. میگه خب انداز دو. میگه نه هنوز هست تهش. یه مقدار رو همین چیزه هست. نه تو جیسن واقعا عاشق تمام. زنگ بگیرم دیگه از کمپ میام بیرون. آخه بالاخره میه بیرون لوبه. یعنی مثل اینجا پورش اینا میسازم دیگه زندگی تو ماشین فور ویل درایو.
فانتی چیزی نرمد. ولی همینه دیگه، رسیم تای دنیا دیگه، لازم جای دیگه دیگه نیست دیگه، جای که بدیم همینه دیگه، تموم شد. ولی من فهمیدم که مثلا حتی بعضی یه مدتی اینجا بودن یه سری رفاه ها و راحتی های تمدن رو واقعا دوست دارم. آره بابا، یعنی واقعا لذت میبرم ازش. یعنی این هم که این که مثلا من واقعا اون فارمی که من بتازم و یه میام خونهای همه و همه جایی که قرار دوست دارم خیلی چیزه قشنگ فانکشنال تر و تر و تمیزتر خواهد یه زمین خالی بود صبح رفتیم دیدیم پایین. اونجا آره اونجا قشنگ صبح میام اونجا یه سکو درست میکنم با هم دیگه، عجل و نظام، یوگا، باگوان، باگوان مثل وایلد وایلد کانتری رو میندازیم. مینیمال مینیمال که بشه میشه. آره این همه چیزش پشت باشه، مش چادر باشه، یه دونه دوش باشه، اون کنه، ولی همش ترتمیز. آخه بعضیا بیشتر میخوان. آره یه جای خوش آب و هوا باشه 24 ساعت هم کلا همه چی هوا خوب باشه. یا کرونا هم گرفتین؟ ای بابا کرونا گرفت. یا برو سرزن به چیز بیار، فندک داری؟ من آیدینم رپ هاپش میکنیم کم کم. آره ولی جالبه دیگه، تجربه است. من خیلی خودم دوست داشتم که اومدم اینجا. من خوب کاری کردی دود، خوبی که ببینی بچه من تو هم خود میگم هی هر روز صبح داشته من آیدین با هم دیگه داریم زنگ میزنیم هم دیگه هزار تا آیدین داریم رد و بدل میکنیم. مغزمون اینجوری داره کار میکنه روی سوختی که هی این ایده باله اون کارو بکنیم این کارو بکنیم. و خوبه که حتی بیایم اینجا از جلو یه چیزی رو تجربه کنیم و ببینیم پس فردا اگه خواستیم مثلا یه پروژه. آره خیلی چیزا با همون تجربه کردنه به دست میاد دیگه، یعنی تو تجربهش نه انجامش بدی واقعا نمیفهمی. از دور فکر میکنی چقدر آسونه، خب اینجا میکارن برداشت. مثلا من چیزی مثلا متوجه شدم، مثلا خب من پیپل سکیلزم خیلی خوب، من با همه جور آدم خیلی خوب کنار میام. آره مهارت های انسانی من باز اون از اون پشت پیدا شد وای گایدی من آقا سری گردنشو میتونه تو آره دیگه. و به خاطر این چی بود اسمش، تجربه های چی انسانی، مهارت های انسانی، تجربه های انسانی، به خاطر این مهارت های نمیتونم آقا پیپل سکیلز هم من فکر میکنم که مثلا میتونم یه تیم از یک سری آدم های خیلی خلاق و خفن و مهندس و دکتر و ساینتیست اینا رو جمع کنم و همه رو وصل کنم به هم دیگه. این وصل کردن رو من خیلی دوست دارم، مثلا این کارم باید این باشه. همین دیسکورد هم همین بوده، هم یه مش آدم با هم وصل کردم، هم با هم رفیق شدن، دوست شدن، عاشق شدن، پس از بچه دار میشنم میگم بچه کجا، از بچه کجا میشه مام بابا چطوری عاشق شدی بچه میزن رام. دیسکورد رام دیسکورد دیسکورد اول دیسکورد دوم. جالبه دیگه، این خودش خیلی مهارت مهمه. یکی به مسیج گذاشته بود که خالکوبی صورت همو گرفته رو خودش، اون که دیگه تو کفش هم میخوام ببینم برام نفرستادم یارو گرفتارش مرده یا پشیمون شده اصلا لیزر کرد. یکی دیگه ولی رفت ریممبر دی اندو، همون تاتو که من رو دستم دارم اونم دست بود دستش. جالبه خیلی خیلی بامزه بود. من خیلی به این فکر میکنم آدم ها تا یه جایی ما همش اون قبیلمون و نژاد خودمون برامون مهم بوده، اون بچه های بیولوژیک برامون مهم بوده، ولی از یه جایی به بعد سعی کردیم اون عقیدمون و اون باورمون رو به آدمای دیگه بدیم. شد بچه هایی که از تفکر ما میان، آدمایی که شبیه ما به اون تفکر ما باور دارن، اونجوری آدم میخواد خودش رو تکثیر بکنه. آره جیسن مثلا واقعا هیچ ربطی به مام باباش نداره، کاملا هست متفاوته. با قول خودش هم تمام زندگیش تلاش کرد گرفت درس خوند اون انسانی فلان اینا که ثابت کنه همه حرفاشون اشتباه بود. از رفت از یه آدمای دیگه که براش خیلی ولی ما هاشون دیگه خانواده از جیسن مثلا واقعا بر من دیگه از فامیلی هم نزدیک‌تر قشنگ. اینقدر این سالا بودی حالا یه کتاب خوبم بنویسی دیگه تو زمان کلا این داستان میمونی. آره آخر زمان همه رو تاثیر میذاری. کتاب خیلی باحال از این داستان. باحال میبینی چی مثلا من یه دلیلی که شما تو رو دوست دارم اینه که میگم آیدین یه آدم به نظرم خیلی لاجیکال و خیلی جفتون منطقیم ولی منطقای منطق متفاوت منطق خیلی محترمانه بخوام بگی خیلی حال کردم یه قشنگ‌ترین حرف دنیا بود منطق متفاوت. That's like a paradox in itself. قشنگ خیلی باحال. آقا رو همین نوت اصلا میگم جمع کنیم آقا دوستان و بچه ها برم بگیرم بخواهم ما بریم کبابمون رو بخوریم با این منطقای متفاوتمون. خیلی حال کردم قشنگ بود. بعدا میایم سرش ببینیم. آره حالا وقت زیاد داریم و میشینیم پای حرفای دیگه هم. باید دمتون گرم. واقعا دیگه این دفعه هیچی نگفتیم. آره تو داری نازم. Literally safe بود. آره
نه آیدین هم اومد تو جمع. نه خوب این شب تجربه اول بود. آره فرد شب بهتر. قول میدیم بهتر. ولی واقعا دمتون گرم بچه، دمتون گرم. و احسان و رامتین و جیسن و آیدین اصلا کنن خیلی بال این بال هم جوری لش کردیم و افتادیم و داریم درینک میزنیم و جوینت و فدان و بفهم بچه ها بریم بگیریم بخوابیم. دمتون گرم. چاکس همگی. بی خواب و خوابالو مثل یه عبر علاف هی این ور و اون ور میرم، بی حوصله می نخشه با صورت نشسته هی خودم و دلداری میدم، مثل یه شنبه شدم تعطیل و خاکستری، مثل یه شنبه شدم، خیلی وقته که دیگه خواب رنگی ندیدم حتی با عینک، خیلی وقته که دیگه خبر خوب نشنیدم حتی به زور سمعک. من به فکر گم شدن، دکتر به فکر درمون، میگه روزی سه دفعه باید برم دوش بگیرم، بی خواب و خوابالود دل میزنم به دریا، خواب و خوابالو باز خواب خوب ندیدم خبری نشنیدم حتی